امروز اومدیم بازی‌هایی رو بهتون معرفی کنیم که بامزه و مسخره‌ن. بازی‌هایی که از سر تا پا شتن. یه چیز دیگه، مولتی پلیر هم هستن. یعنی فکرشو بکن با رفیقات بری یه گیم بزنی، کلی حال کنی، بخنی و جر بخوری. پس بریم سراغ بهترین بازی‌های بامزه جهان. شماره 1، ساسج من. بازی رو نگاه ناموسن، مرد سوسیسی. این بازی خیلی خنده داره و همچنین هیجان انگیزه. شما در نقش یه سوسیس دراز هستین که باید توی یه مپ بزرگ آخرین سوسیسی باشه که زنده میمونه. این بازی شامل جنگ‌های تیمی، جستجو کردن در دریا و کاستوم کردن خوشگل مشکل سوسیساست. شماره 2، بال لجند. هشدار، این بازی خیلی اعتیادآوره. شما باید این حیوانایی که باد شدن رو هدایت بکنید به سمت خدا. یه بازی بود قبلا، کرم بود، چیز میز میخورد، مار میشد. اینم سبکش اونه، ولی با این تفاوت که میتونید آنلاین با دوستاتون بازی کنید. همش باید بخورید تو این بازی. قضا رو میگم. خلاصه اگه کرم اینجور بازی ها رو دارید از دستش ندید. برید کنار، کودتاگر آمد. خوبی خودتونه. 3، شادو فایت آرنا. حاجی این درست زیاد بامزه نیست، ولی گفتیم بیاریمش تو لیست. بازی شادو فایت آرنا یه گیم موبایل با گرافیک کنسولیه. هر بازیکن سبک مبارزه متفاوتی داره و محیط‌های مختلفی هم داره که پشمای اونجاتون رو میریزونه. اگه به بازی جنگی و دعوای علاقه دارید، شادو فایت رو تجربه کنید. شماره 4، والیبال آرنا. یه بازی سمی والیبال براتون آوردم. تو این بازی میتونید اون دوستتون که کری میخونه رو دعوت کنید که با هم دیگه والیبال بزنید. یه چند نفرم کوسخل مسخل اون پشت هستن که دارن تشویقتون میکنن. کاراکترای بازی هم چهرهای بامزه‌ای دارن و هر کدومو که دوست داشتید میتونید بکنید، میتونید انتخاب بکنید. آقا ما که والیبال رو گفتیم، یه بسکتبالمون نشه. بابا بوی. شماره 5، اسلام دانک. مثل بازی قبلی هم یه گیم ورزشی بسیار جذاب و نفسگیره. توی تیم 3 نفره جمع بشید و در یه فضای خیلی فانتزی با بقیه مردم از نقاط مختلف جهان رقابت کنید. واسه کسایی که انیمه دوست دارن، اینم فضاش انیمه طوریه. مثلا تو فضای بیرون نگاه کن، قشنگه نه؟ نه. شماره 6، آسفالت 9. مطمئنم همتون سری بازی آسفالت به گوشتون خورده، ولی شاید بازیشو نکرده باشین. آسفالت 9 با گرافیک نانازی که داره و قابلیت مولتی پلیری که داره، بهترین گیم ماشینی موبایله. تنوع ماشیناش هم که عالیه. شماره 7، دونات پانکس. دونات پانکس همینجوری که از شخصیت‌های بازی میشه فهمید، سازنده‌هاش واقعا یه ذهن مریضی داشتن. آقا مثل اینکه اینا همشون گرتین و قیافه‌هاشون هم شبیه معتاداست. بازیکن ها باید بیفتن دنبال دونات جمع کردن. حالا این وسط هم آدمای دیگه‌ای میخوان دونات جمع کنن. شما باید اونا رو نابود کنید و بیشترین دونات رو به دست بیارید. سبکش هم تو مایه‌های بازی براون استارز. شماره 8، استیک فایت. بزنید لتو پار کنید همه رو تو این بازی. وقتی که بازی شروع میشه باید سری باشی. اگه شل کنی بگار رفتی، زدن دن منتو سرویس کردن. شما در گروهای تک به تک یا دو به دو باید فایت کنید و برنده بشید. قوانین فیزیک بامزه‌ای که داره به جذابیت های این گیم اضافه کرده. شما یه سری آدم هستید که تصویر و چهره خاصی ندارن، باید با مشت و لگد و اسلحه و توف و ان و هر چی که دارید دشمناتون رو از بین ببرید. شماره 9، FF7 The First Soldier. تو این قسمت ما جنگنده فانتزی 7 رو داریم. اولین سرباز جهانی از روی بالگرد روی زمین فرود میاد تا بگایی که درست شده رو جمع بکنه و دشمنا رو نابود بکنه. 10، پلیم تایم ADV. یه شوگر بامی معلم عناصب تو این بازی وجود داره که از دانش آموزای زیاد خوشش نمیاد. شما با دوستاتون باید از این معلم تا جایی که ممکنه فرار بکنید، وگرنه پیداتون میکنه و همون چوب بیسبالو میخوره. بازیکن‌ها توی منطقه هستن که زندانی شدن و باید با پیدا کردن کلیت های مختلف بتونن از دست این پیرزن فرار بکنن. البته اینم بگم، میشه یکی تو معلم بشه و نذاره بچه ها فرار بکنن و اون چوبو بگنن تو جون. شماره 11، اسمش لژند. دافولی ها رو نگاه، دافولی. اسمش لژند یه بازی مولتی پلیر خیلی خفنه، مخصوصا کاراکترهای بازی. شما این امکانو دارید توی نبردای 3 به 3 بازی کنید و در باز زمانی 3 دقیقه باید پیروز میدان باشید. البته امکان تک به تک بازی کردن هم وجود داره. گرافیک بازی عالیه، حتما خوشتون میاد. شماره 12، پلی توگیدر. پلی توگیدر یکی از بازی‌های مولتی پلیره که پلیرهای زیادی داره. در یه زندگی اجتماعی توی شهر با بقیه مردم چالش‌های مختلفی انجام بدید. شخصیتتون اونجوری که دوست دارید بسازید و بقیه رو هم بگیرید به کتفتون. کلی مینی بازی وجود داره که اصلا براتون تکراری نمیشه. راستی بچه‌ها، یادتون نره بگید کدوم بازی از همه بهتر بود.
شماره 13 بتل پرایم. بتل پرایم یه جوری میشه گفت داداشی کال آف دیوتیه. گرافیک که مو نمیزنه. توی مکان‌ها و نقشه‌های مختلف بریزین و با هم دیگه فایت بکنید. نبردهای 3 به 3 رو اصلا از دست ندید، چون حاجی زندگی همینه، لذت ببر، عشق کن. آره. شماره 14 استامبل گایز. مسخره تر و کیفی تر از این بازی ما نداریم. شما باید یه سری چالش‌های باحال و با آدم‌های از نقاط مختلف جهان بگذرونید. البته اینم بگم سخت و فکرشو نکنید میتونید سری برنده بشید تو این بازی. باید پاره بشید تا برسید به خط پایان. حداکثر 32 تا بازیکن تو این بازی پلی میدن و فکرشو کن اگه از تو 32 نفر بتونی اول بشی چقدر حال میده بهت. اینجاست که باید بگم تو یه حرفه‌ای هستی. اما شماره 15 بازی مورد علاقه شماست. توی کامنت ها بازی مورد علاقتون رو کامنت بکنید. خب رفقا در اینجا ویدیو دیگه بهتون پیشنهاد میشه که حتما ببینید. اینم راجع به موبایل. راستی آقا لایک و ساب اینا نکنی گی. به خدا گی اگه لایک و ساب نکنی. حتما این ویدیو رو هم ببینید. عشقید. خدافظ.